فیت داری. هوندا اوجی بعد دقیقه 90 اون چی هاچ کیفیت بعد دو ساعت قبل بشینی بگی من منتظرم تاندا با اوجی بازی کنه. نه بابا اصلا ببینم که ویزج دومو گرفتن چطوری فرمت خوبی ویزج دومو گرفتن ره بیسپن چی کردن سیکی و بیسمستر رو از سیکی بیسمستر رو کشیدن یعنی بن کردن پیک یک تاندا بوده دومو زده این طرف مانکی وایپر جمع کردن اونم ویزج. خب بنای اون برم که ATF تیمبرش رو بند کردن. نیگما هم که دیروز بعد نیگما هم دیروز بعد رفت تو پاچهشون تانرایی ها به نظرم خیلی بنی خوب بودن نظر روحیه واقعا. بعد تایگو هم که دیگه خدای نیگما دیگه خدای نیگما ویور رو پیس اسوایدن هم بند کردن از نیگما یه زخم خوردن. آره واقعا میگم دیروز خودش هم باورشون نمیشه. بعد من تو مصاحبه هم چی بود اون سیبر لایت گفته بود مثلا ما از سناتی می که مثلا برامون جذاب مثلا اینجوری کرد که جذابه با تانرو اینجوری بود که ما همه رو زدیم همه رو میزنیم. خیلی دیروز سورپرایز بود واقعا نیچر پروفیت. خب من یه استوری بذارم که بچه که خبر ندارن بدونم ما استریمو شروع کردیم. آره پنگولیه رو دیدیم هم جزء پیکای بود که میدو پنجشون خیلی پیک کردن هم تو تورنمنت کلن هم تانرا مخصوصا بن کردن. خوش اومدیم بچه‌ها. مارز رو بنا آخر دادم. ویندنجر گفتم اینا حتما گفتم اینا بازی نمی کنن با ویندنجر جوش ولی تان رو هم جی بود که اصلا ندیدم ویندنجر بند نکرد. حالا ببینیم ویندنجر میره تو پاچه شون یا واقعا هم روی که ایگنورش کردن میدونن جوش کار کنن. نمیدونم ویندنجر چار واقعا باید پانیش بشه. نمیدونم هر دست دارن ورمی دارن پانیش هم نمیشه. لیچ جاگرنات یه لینشون که خدا شد. وایپر بدبخت پاره قراره بشه. ویندنجر ورسز ویزج خبری نیست. میدونی الان نکته ای که داره میدونی چیه؟ وایپر اگه آفلاین بخواد بازی بکنه جلو لیچ جاگرنات فکر نمی کنم بتونه نفس بکشه. به خاطر همین بعد وایپر هم اگه لاینش بد باشه خیلی اذیت میشه. فکر کنم وایپر ساپورتش کنم بعید نیست. اون جلو لیچ جاگر واقعا اوه ATF هم به ریزورش رسید. What the fuck ATF ریزورش رسید. What the fuck زخ شد بازی قشنگ شد. یعنی جفت طرف تا هم پیکای خوب میزنن پیکایی که دوست دارن. عجب جنگ پیکوونیه ولی جدی این وقت فکر کنم رید کینگ حالا جلو وایپر ما رید کینگ که دیگه نمیزنن. رید کینگ توزه معمولا پیکای پنجم تاندار رید کینگ توشون هست ولی الان دیگه جاگرنات دارن. الان یه مید لین میخوان میتونن رو 9 تاینی رو بند نکردن. اگه همینجوری پیش بره شاید تاینی بزنن برای 9 وید اسپیریت هست. بعد وایپر 5 منم به نظرم وایپر رو عوض کنن راستش نذارن 3 بره چون وایپر الان 3 که دیگه شد میشه بگیم احتمال خیلی قوی ATF. حالا یا وایپر میت باید بدن یا مثلا وایپر ساپورت کنن که به نظرم خیلی تصمیم درستی گرفتن. خیلی درست بود تصمیمشون چون جلو جاگر هیچ واقعا گیم نداره وایپر. آره ریزور که خودش جلوی چیز خوبه. ریزور خودش جلوی جاگر خوبه از اونور لیچ جاگر جلوی وایپر خوبه. وایپر رو میتونم بدم وسط قشنگ یارو دیسپند میشد. از وایپر میتونم بدن جلو ویسیج هم خیلی خوبه. ویسیج 3 بدن اگه ما راست میگه ویسیج 3 راست میگه. آره آره
یه چیز دیگه میزنه الان انجلو ویستیج. فکر کنم ستپ بره 5 بره با مثلا مانکی کینگ، مثلا وایپر ریزور میشه برن برن شهر لین بالا آف لین تنده دار برن برن. دیروز هم این ریزور رو بعد پاره کرد بیاند گادلایک خود مانکی هم نظرم بدن کری، نظر منو بخوای خیلی خوبه جلوی پیکاشون مانکی کری. آره مانکی وین رنجر مثلا برن یه میت لین بکشن. آره من خودم نظرم همینه. فکر کنم بن آخر تاینیو نده تانرو تاینیو بکشه. نه الان یه پوز 4 بکشن نظرمه. وایپر بدم واسه پوز 4 شون دومه. نه نه برای تانرو میگم. آها برای تانرو میگم. الان آره تاینی وایپ اسپید تقریبا مسجله. اینجوری که من یادم از پیکو بنا ببینیم چی میکشن. تاینیو داره یه فکر میکنم چه بکنم وایپر با تایم وایپر ریزور هم خود عذیتش میکنه. یه چیزی که هم جلو ریزور هم جلو وایپر اوکی باشه لینا بنه وید اسپیریت لینا هم رشک وید اسپیریت اگه نمیدونم مگه اینکه 100% مطمئن باشن نه جلو وایپر نه جلو ریزور راحت نیست تو بازی شاید بد نباشه نیست ولی مثلا شکل نخوره فکر کنم در امانه. بذارم ببینم چی بنده. امبر هم هست البته. امبر حتی نمی بازی نمی کنه. دو دو بن خوبی هم کرد. کیپر هم این ووکر زدن. این ووکر هم خوبه. این ووکر هم خوبه. این ووکر بذارم بذارم تو این تو برداشتن. خودشون. خب پس خیلی استاندارد دیگه استاندارد. آره دیگه. پرسنی چی شد؟ هر موقع بتونه اضافه میشه دیگه. خب یه نکته جالبی که این ووکر فقط دو بار پیک شده نری من تو این تورنمنت. چند پیک شده عجیبه آره. آره یه بار اوجی برداشته به تی اس ام باخته. یه بارم تیم اسپیریت برداشته به تاندر پرداتور باخته. خیلی جالبه. هیروی دو پیک دو لوز رو اون کردن برای فینال لور براکت. خب اگه هم نمیدونید بچه های برنده این بازی میره با تی اس ام ساعت 6 و نیم حدودا برای گرند فاینال دیگه تورنمنت تموم میشه. تو مغزم داره خانم شاکری پلی میشه اثرات دیروزه اثرات دیروزه من گفتم این خانم شاکری میره تو مخ تو. خب اینم بدیم اینور پاکه یکم خب حل من کارامو اینور کردم پاک جلو این ووکر پاک من فکر میکردم اون ورم وردارن چون اون ورم باز پاک خوب بود. آره من این ناین واقعا دیگه پاک بازی نمی واقعا این ووکر دیدم بازی کنم ولی پاک واقعا بازی نمی آخه پاک اونجوری جلو این ووکر خوب نیست. آره تو لینشو که معمولا به جز مثلا لینا و حالا مثلا شاید استورم اوله با اوله لینش زیاد میشه. کسی دور نمیگه نه تو بازی یه طور یه کل اسنپ تورنیدو میخوره بعد نمیتونه روش فیس شیفت کنه بعد بیاد پایین هم هنوز استانه مثلا لیچ میتونه بکشتش ویسیج میتونه روش هم استان کنه اگه خوب کومبو بزنم پاکو راحت میتونم بگیرم با این ووکر بعد رنجی که این ووکر باهاش کل اسنپ تورنیدو میزنه خیلی زیاده از خیلی دور پاکو میتونه کنترل کنه این ووکر کواستوکس البته اگزورت اصلا هیچ کاریش نمیتونه بکنه. نه اگزورت که فکر نکنم بره و اگزورت بخواد بره فارم اصلا بغل دو مجاگر گیر نمیشه ولی آخه مهم مشکل چیه؟ مشکل اینه که این بیزی ام کسی نیست مثلا اصلا تورنادو بک نکنم بتونم بهش بزنن به این راحتی خیلی چغر بیزی ام. آره دوست من نه تورنادو که نمیتونن بهش بزنه ولی تورنادو کل اسنپ با هم میزنه بهش هیچ کاری نمیتونه بکنه اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه تو تایم تورنادو داره میرسهش کل اسنپش میکنه میره بالا میاد پایین هم استانه اصلا فیس شیفت نمیتونه بکنه آه راست میگه اگه اول با کل اسنپ شیفت کنه
آره دیگه روزو ببینیم، ولی خیلی راحت کنترل میشه، مطمئنم من ایزی پاک هم زیاد باز دیدم نمیده. اینجوری. اوکی پس احتمالاً خوش من اومدید میدونم چت، تان خوش آره. اومدید. اونایی هم که برای PC تبریک گفتید عشق منید، اینا رو خوندم همه رو منتها دیگه. بریم واسه بازی حسین شیو آره کاشت. بریم واسه بازی حسین نیست من ببینیم داره چیکار کشف میکنم بالا رفتن تو جانگل اوجی سرم هم شروع کردم اون دقیقه صفرم هم هنوز نشده تیپ اول رو داد به سنکینگ جنگ روانی توی اوجی و تاندرا خوبن با هم نه؟ خوبن دیگه فقط ساکسا قبلا تو اوجی بعید بوده. بدونم اصلا کسی با اوجی خوب باشه. آره بعید بدونم منه. آره اونقدر دراما ندارن. آخه میدونی تاندرام تو امسال توی همین چند وقت اخیر تو توییترش خیلی کرم ریخته، لوگوی همه تیما رو برشته کجگولی کرده مسخره کرده اونا. اوکی لین بالا رو بیخیال شدن، پایین هم که پاک پایستاده غیر میده رو روم. خب رونا همون دو دوشت دو 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 به نفع تاندرا. خب مچاپ فکر کنم اولین لستیت ها رو مید لین بتونن این ووکر بهتر بزنه جلو پاک، حالا لول اپ شه شاید بفهم کنم اولش پاک خود راحت تر باشه. بالا دون ویزیج رو داریم که یه مپون دقیقه یک یادم باشه نگاه بندازیم ببینیم چی برای سامان میشه. این طرف هم اومده باز کرده کمپش رو، حتما بلاک نبود اوخی چقدر بد خود تارگو هم پوزیشن 5 داره با مانکی این جلو دون ویزج بازی میکنه. آخر عاقبت خوبی نداره واقعا این لین به نظرم برا اوجی، مگه به قول عرفان شو بعد بازی کنه تان رو باید نه دوتا هیروی کامفورت و ترو تنگیز. چجوری آیتم خریده پیما؟ 33 33 آره 4 تا برنج 4 تا بود؟ آره برای بچ بود. آره این 4 تا برنج اصلا واقعا سیگنیچرشه. آره پایینم اینجوری بازی میکنه. اسکیتر یه دونه ماجیک بند خریده با 3 تا آیرون برای بچ و اسنکینگ برای 3 تا منگو برده. همون اول به فیوری داره دنبال ریزور میره فقط به خاطر اینکه یه خورده لین بندازش عقب، ولی مطمئن نیستم بیاد بیرون الان تو لین چقدر اذیت شه. وین نینجا ریزور یه نووا میگفتیم تو 2 تا 1 به لول دکلیت، ولی الان شده فراست بلاست. فراست بلاست هم میزنه خود جاگیر اگه با بلد فیوریش اوت ریجن نکنه یا کیل نگیره خیلی لینیست احساس کنم پایین سخت میشه، حالا که وایپر رو از دورش برداشتن. از بر مچاپ وسط این ووکر یه دونه لحظی آره دو تا هم دینای در زده رو گفته نای قشنگ. آره کلیپ هم مساویه زیر تابه کسی نرفته. حالا اگزورت هم نداره بخواد پاور آف رو کنترل کنه به این زودی، به خاطر همین با فورج اسپریتش به خاطر همین سر باطلش بگم کنم پاکی یه خورده اینجا آه فیس چیپ داره. بیزی هم خیلی خوب کاری کرد فیس شیفت گرفت جلو نای اتک تو اتک اونجوری نمیچربه دیگه ریجنی این وکر میندازتش بیرون. آره پایین همچنان امار هم داره خوب زور که میخواد و یه جورایی میگه جوری جاگلیش به این راحتی نمیشه خیلی مانور داد، ولی باز 11 خوب دادن همه خوب لسیف دادن 12 4 آره فقط وضعیت 33 خرابه جدوم. آره ویزه جدوم هم جنگل هم بزنیم کنیم کیری با فعلا این ترول کوچیکر گرفته که دور داره انسنیر داره. این طرف هم دوباره بلاک کرد کمپ بالا رو بلاک کرده یه جوری هم بلاک کرده که زنتش نشون نمیده. تو جانگل اوجی کلن هیچ گونه کریپی نیست که بتونه بهشون بده، جانگل خودشون هست اینجا تو میدیوم کمپ نزدیک تاور دو پایین یه دونه هست اگه بخواد بره یه توی هارد کمپ خودشون هم هست بده. تو هارد کمپ خودشون اگه حواسش باشه اوه هارد کمپ عجیبه اینجا نذاشته. اینجا معمولا رو هایگراندش یه دونه اوبزرور میذاره که اونو ببینه، ولی خب به هر حال اومد چکش کرد. خب نیم صرفه اینو میشه با کوریر هم چک کرد الان دیگه گذاشت الان تا اوبزرور رو، ولی من به نظر با کوریر خلاص دقیقه دو سه با پوینت اصلا رو ای تی اف کل دمیج
جایناش رو گرفتم، دمیجش منفی حقیقی که آخر رو تسنیکینگ میزنه با لسفیت لیچ فرستوید از ATF گرفت جایرنات هل... اتکش 62 منهای 72 شد توی بلیفیوری، چون بلیفیوری کنه از روش نمیپره دیگه اون استاتیک این کل دمیج ازش کشید، ولی خب یه اتک لیچ کافی بود برای فرست بلا. لیچ گانه هاویور مانا مانا رو ولی میگه هنوز این دیالوگو؟ آره لویسش مانا میکشه دیگه، مانا میکشه لیچ گانه هاویور مانا. بالا هم وایپر خیلی اگریسیف شده، یه دونه سرعت همشه میخوره وایپر دیگه مرده، ببینیم میتونه تموم کن. بله دیوسه رو مانکی کینگ تموم کرد، ترید خوبی بود براشون فکر میکنم، چون الان وایپر هیچی معنا نداشت، صفر صفر بود. الان میره تو بیس پر میکنه میاد، هر چند که فکر نکنم بازم بتونن کامل سیوسه رو شاددان کردن، کامل سیوسه رو شاددان، ولی الان با این کلیپ فکر میکنم خود راحت تر بود کارش. سول اسامپشن اسپم کنه چون خیلی معنا کم داره ویپش، سول اسامپشنش 120 تا معنا میخواد، زر و زرم آماده میشه دوزنش هم 4 تا. خب این روکر شاید باور نشه ولی 14 لسی داره بالا رفتن رو ساکسا دوباره دومو اگه بکشن اینجا دیگه خیلی بد میشه، با دستویش هم نمیتونه در یه تیپی داره میاد براش، این روکر تیپی کرده عجب تلپورتی اگه بتونه ازش جواب بگیره، سرعت آمشن داره نفری اتک تورنیدو تموم کرد، ماکیکینگو نمیارزه لین بالا رو از دست داد تان رو با این دلی که داد، هرچند که دابل کیل برای این روکر عشق کرد دیگه، این روکر عشق کرد ولی آره ویسیج خیلی اذیته. لینه بالا رو از دست بده تان رو ثابت کرده. مرسی بچه خوش اومدین مستریان، مرسی بسته رید لینه بالا رو از دست بده خوش اومدین آقای مستریان، ممنوع از رید. اگه لینه بالا رو بالا که منظورم آفلین، آره این بازی بالاه، لینه آفلین رو از دست بده تان رو خیلی بازی برای سخت میشه. حالا ببینیم بازم برمیگرده ویسج به بازی، اونجوری هم نیست، فقط 6 بشه برمیگرده، هر چقدر اذیتش کنن بعد از 6 هیرو تازه جون میگیره. میتونه الان لول 4 و 4 و ربع یه ناتالیزمن هم گرفته، این بوکر لینو گرفته بود تا برگردن، وسط هم دوم سواب کرده بود، پاک فکر نکنم بتونه دوم بکشه، 940 تا اچ پی داره. آره سخت دوم، آره اونجا رو حد زد و بعد نشد تا نسبت به اینکه بخواد دون برگرده تو لین دول مانکی کینگ این وکر برگرده وسط، موقتا روتیشن کردن لین ها رو. خب اون خیلی هم میگم چیزی نمیشه پایین فکر کنم بیشو پایین دوباره رفتن رو ATF با جوین بعدی این واکر میتونن اسنکینگ رو فکر کنم یه اتک دیگه کم، یه اتک دیگه هم میخواد لای درخت رو جوکش کرد اونجا سبو آیسوال و فراس پلس میخوان کیلیشو بدن جایگرنات اگه وین رانش حاضر نشه بره، وای وین رانش حاضر شده بود اگه اتک آخر نمیداد رفته بود، وات دی فاک اگه میرفت سب دیگه یه لحظه ناین آره ولش کرد ولش کرد اسکیتر بگیره ولی آره حواسش به مجستیک نبود، یه دونه یه ثانیه کم آورد وین ران بزنه، وین ران میزد رفته بود. یه ذره اینجا شانس همراه تانرا بود چون یه دونه هیت هم هیچ کم آورد که لای درخت رو میتوید کنه و اینه خودش هم میمورد. سیوسه خیلی میگم سیوسه ناین این گیم خیلی خوب خیلی آیسوال خوبی زد، یا آیسوال زد اصلا نفهمیدم اگزورت رو کی گرفت، انقدر لیول اپه مینه 7 لیول 8 چجوری میشه هم چیزی، اون دابل کیلر هم سولو ایکس پی وایپر که سولو گرفت، سولو گرفت قبلیه رو یادم نیست اونجا واسه پاور اپ، وای وای چه خروکاری کرد بی زی ام پاور اپو همه معناش رو استفاده کرده اونجا هیچی معنا نداره، خیلی گریدی بود حرکتش نمیدونم دید یا نه. آره دیدم برای پاور اپ این واکر تورنیدوش کرد اومد تورنیدو رو داج بده با وینگی رفوش پایینم دوباره رفتن رو ای تی اف، این دفعه امنیستش هم داره ولی دمیج کافی نداره بخواد ازش استفاده بکنه، خیلی هلت اسکیتر کم میشه، هیلینگ وارد رو کاشته اونجا نفری حداقل یه اتک میخواد، امنیستش داج میگیره اتک ها رو، دوم هم اضافه شده اینجا، وین رانش 7 ثانیه کولدانه فهم کنم واو اسکیتر چقدر خوب زد حاجی، خیلی خوب زد اسکیتر رو و خودش هم نمورد اینجا صفر، واقعا حلالش باشه بازی در میاره خیلی خوب زد
اصلا نبم میرفت برای اینکه سه و بکشه، خیلی ریسک بزرگی که سه آره هم بعد کش پاوشاتش رو میشن. کج زد یه جوری که همچین سرش رفت تو جاک. نه نه با پاوشات نزد که، با اتک کش. پاوشات زد بعد اتک داد دیگه، اصلا پاوشات اتک داد دیگه. من فکر کنم اصلا پاوشات نزد. نه اون و 5 تا اتک میداد اون اچ پی جاگو، خیلی آرمش زیاده. اوکی حالا ببینیم چی جوری شد. منم پس تعجب کردم گفتم چه اتک سنگینی داد پس پاوشات. خب ببین اینجا حالا نه تنها لول 6 شده، بلکه روحیه‌اش هم لول 6 شد الان اینجا با این. آره این خودش الان کار واقعا کریه نمیو بکشی اینجوری وقتی خودت داری میمیری، واقعا بوست روحی سنگینی اونجا. ATF هم مثل ویزه چه جوری شاتم شده حالا این ویسج بعد از 6 دوباره الان نتورتش میاد بالای ریزور. مثلا میگم اصل داستانش همینه، داره میگرده. آره با پندوش مانکیگینگ رو پیدا کرده، اولین استان داد شد مانکیگینگ فرار کرد. او 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 او. اگه مانکیو میگرفت اینجا قشنگ برمیگشت به بازی. دوباره ویزش ویژن مانکیو داره، وکام کامند هم داره، بخواد اضافه کاری کنن خطرناک میشه. ویلنجرم تپی کرده بالا، پاک هم اومد مانتو با آلیساری اورم اومد، نمیرسه دیگه دیریم کل بزنه. خوب بک دادن، بی خودی اصرار نکردن بک دادن، کشوننشون بالا بک دادن. ATF دوباره کل اتک جاینات کشینه، مجبور شد بلید فیوری کنه که پلازما فیلد رو نخوره. اگه میخورد بریم کنم اتکش هیچی دمیج نداد، چند 72 من های 84 صفر. آره فول دیوریشن ازش کشید، صرفا واسه روحیه خودش اتک میده. صداشو بشنوه، شمشیرش سالمه. شمشیره حاجی کار نمیکنه، جنسای چی اون شده بعد برمش میندازن به زنجان دستشو تیز کنم. خب جانگل تانگل رو من یه پوش کردن، دیدن دوتا گیگاچت وایسادن، دوباره رفتن رو ATF. کل دمیج رو داره میکشه، عجب چغریه این ATF. این باکر همونجا از کار رو تموم میکنه، میخواد لیچ رو کامیت میکنن، شکل رو میزنه، منطقه به کریپ میکشه، دابل نمیشه. ولی خب اوه مانای همش میکشه میمونه و ووکان کامند هم اونجا کامیت شد برای کیل لیچ. اوه آینده خوبی واسه پاک نمیبینم، این ووکر که اینقدر جلو و داره اورکید میخره و داره اورکید میخره و ویزیج هم تو کل این مدت باز بالا رو داره فارم میکنه لین خالی. فهم کنم چند دقیقه آینده اگه اوجی کاری نکنه اینجوری. ولی واقعا با میداسش موافق نیستم الان اگه میخواست اورکید بره. برای کی؟ برای این بوکر با مایداس داره. بس با مایداسش موافق نیستم، اگه قرار بود مایداس بخره دیگه اورکید نباید بخره دیگه، همینو یا بره مثلا آقانی می چیزی که خب ندارن استان اونجوری، یا بره واسه ویچ بلید دیگه خوشو قوی کنه. اورکید الان مثلا 2000 تاش الان میتونه زودتر داشته باشه دیگه، 2200 تاست تا میداس بخواد پی آف کنه. اورکید 3400 تاست، 1400 تا میذاش روش، الان پاک ویچ بلیدش بیاد این موکر اورکید داره، هر جا ببینتش میکشتش. همون آخه میدونی این کلن چیز اورکی جلو پاک این خوبی داره که مجبورش میکنه یه آیتم دیفنسیو بده. نداره دیگه، همین میگه الان مثلا تا این اورکی رو بخره اون یه ایول میخره دیگه، میدونی منظورم چیه، تایمینگش دیر میشه دیگه، اون دیگه ایول میخره پاک زود. اگه مثلا اوکی حالا ایول خریدن پاک هم ببینیم اورکی تایمینگ چجوری میشه. بالا دریم کول کامیت کردن رو ویزه، همون اول تمامش کردن نیوکر تورنیدو این پیپ زدن دابل شکل سپ. دوباره داره چی کار میکنه سپ تو این تورنمنت؟ رکورد دابل شکل رو فکر کنم توی یه تورنمنت از آن خودش کرده تا الان، همه رو داره میزنه. خیلی بابا این نامردیه. این تورنیدو هم شیشه لیچو چیز کرد، داستان کرد، خرابش کرد شلیچو. آره خیلی بد بود کمبوش، میتونستن یه دمیج حداقل خیلی سنگین بزنن، شاید مثلا وایپر رو میکشتن، ولی میگم تورنادو کارو خراب کرد. اوکی این روتیشن به نفع نمیدونم چه اسرای در حال تاور بزنن پایین فار میکنه. تاور مید معمولا در حقیقت 12-13 با جایر و رید کینگ و اینا میاد تان را واسه وسط. حالا میدونم تو این گیم چقدر خوب باشه کل سب تورنادو رو این دفعه روی سیف زد، کل مناشو کشید
ولی فکر کنم هر کسی داره یه دونه شکل هم اونجا میرسه بزنه یه مثبت 100 برا کنم. ATF شد اونجا اون یکی کلیپشم سامن کرد نذاش بگیرم. درامز هم زده ویزه چنون خیلی دارن واسه تاور خرج میکنن تان را به نظر اشتباه میکنن. الان نگاه کن چقدر مانکی چیزه جلو افتاد تو این فاصله تاور هم نتونستن بگیرن. دارن دف میدن دیگه راحت با پاور شات و ایلوژری اورب و آره اونجا بالا وکانگو میزنه ولی باونلس استراکش نیست میشه جاینا تی پی اوت میکنه اونجا دومو میگیرن دیگه. یه دوم گرفتن جاگ اسکیتر عوض کرده شو داره بتل فیوری هم میره بسته واسه لیت گیم. آره ولی من به نظرم مانکی که 1500 جلو از جاگی خیلی درد چی بسته مانکی میخواد اکو سیبر میل استروم. خب اکو جلو جاگ و اینا بد نیست براش جاگ دوم اینا یه جوری بخری که معناب کنه هم یه ذره اچ پی بهش میده هم به هر حال اون مانا ریجنر رو داره دیگه رایین دراپ اکوستایی بره با ماجیک بند و کافی باشه مانا ریجنش. خب بالا ستاپ کردم برای دوم یه شکل به کیرپان بهش میزنه باندس استرایک تمام شده زیر تاور بینید تاور دوسته اونجا مانکیکینگ اونجا تو خطر حالا دیش نمیذاره اونجا تیری دستش آماده بشه ولی رسل لات درخته چقدر قشنگ مانکی دوج داد و پرید. آره تیری دستش رو زد و همونو او قرار نیستم فرار بکنه همونو پارما اسپرینگ میزنه میاد یه بانست سرا که دو نفره ویزش هم تموم کردن. چقدر مانکی اینجا خوب بازی کرد. آره خیلی خوب بازی کرد دمج آخره آیس فال هم میچیف کرد بعد همونو پرید رو درخت ها یعنی چیزش نرفت کولدان تیری دستش. اوه وسط هم با گرین پول جاگرناتو گرفته الان وایپر داره اضافه میشه این واکر پشتش از تورنیدو بخواد بزنه. اوه اتفاق گرفته استرایکو خورد و فکر میکنم اینجا نه بمیره با استرایکو دوراگی داره چیکار میکنه وات فاک یه تیپ هم بهش میدن. من دوست ندارم این حرفو بزنم ولی فکر میکنم دست بعد پاندو باید فیلم نینجا رو بند کنه. آره استرایک واقعا داره خوب بازی میکنه اون یه دونه کیلی هم که اسکیتر بهش تقدیم کرد خیلی جلوش انداخت. آره الان جاینا 6 که این وقت مانکی 2.5 که جلوتر 8500 تا وسط یکی از این رنجر میگیرن این دفعه فکر کنم دیگه تاور رو پوش بدن و کسی هم نیاد ببینیم تایگو ونگارد داره با وایپر یادت قدیم ونگارد میزنن؟ آره متای قومه دیگه متا خود متای قومه. آره خب بالاخره تا وسط و ده زوری شده متای زیارت قبوله ونگارد زیارت قبول دادش همینه لازم میخواد چیزش هم کنه که همسون گاردش هم بکنه در ادامه. خب مانکی کینگ فعلا میسته که داره آقایی میکنه مانکی کینگ هم میگم هیرویی که به نظرم تاندو کلا با تجربه گیم سبک بازیش باید روش برنامه داشته باشه یا بنش بکنه چون واقعا کری یک تو مید گیم و از ارلی تو مید گیم خیلی قویه. حالا بتل فیوری متل فیوری هم نبسته بره دنبال فون نه دیگه متای قشنگ چی میگه متای چیز آیتم فایت گرفته کامل من خیلی دوست دارم آیتم بیلدشو. دوم ازش مشکل شخصی دارن تازه دوم هم زدن بهش نمیمیره این نمیمیره اونجا واسه وکان کامنگ باند سسترک رو واسه یه دوم خالی کامیت کردن ولی اینجا پاک میاد چیس میکنه یه دیدیم کل دو نفره به نیچ و جایانات میزنه امار هم اومده اینجا روح فرار نداره دوباره شکل رو زد به کریپ جایانات رو بست واسه پاشو شپدیم چشام چی دید واقعا چرا؟ اصلا اون وین رنجر هم میکشتین چه فرقی میکرد؟ ریزور مانکی خیلی قویه از چرا تان را داره اینجوری بازی میکنه؟ اصلا میکنم خیلی فورسن یکی داره فورسشون میکنه یه مپ یه کاری تو مپ بکنن در صورتی که اصلا دلیلی نداره الان کاری بکنن تو مپ اصلا زوری دارن موو میدن تان را به زور میخوان تاور وسط رو بگیرن به زور میخوان وین رنجر بکشن
آره و خبر بعد برای طرفدارای تیم تانلو بجز من که هندوف مایداس داره ریزار الان بی کی بیش هم اومده دقیقه 19 مایداس بی کی بی پاور تریت وات دی فاک چجوری میخوان با این فایت کنن من هیچ ایده ای ندارم. جاگرنات که عملا قلقلک میده الان جاگه که فیوری داره که اصلا خنده داره دمیجشو نکشی هم دمیج نمیده الان باز اگه مثلا جاگ چه میدونم مثلا یاشو میرسون بود بازی چیزی نمیتونه وایس دمیج بده انقدر آتاشخال دارن نمیتونه وایس دمیج بده خب ببین اگه درست دون کنن درست شروع کنن خیلی چیزها خیلی فرق میکنه داستان آخر هم ریزور الان ریزور کشن اسپایکشه حتی با اینکه مایداس خریده الان مایداس هم نداشته بی کیوی داشت الان اسپایکشه بی کیوی اون طرف هم مانکی کینگ خیلی قویه بعد مانکی ملستورم هم زده که از فارمش هم نیفته حالا بعد اون خیلی وجود داره خوب بازی میکنه تانرا با توجه به اینکه دوم هم داره میگم هیچ کاری نکنه به نظرم جلو میفته جاک فیوری داره اون دوم هم همجوری نتورتش میاد بالا منتها میگم خیلی فورس دارم بازی میکنم آره این وکرم مایداسشو داره خیلی فورس دارم بازی میکنم یه چیزی دارم بازی میکنم انگار مثلا نمیدونم خیلی رو تایم دارم آفرین انگار خر دویده دنبالشون میدونی چی میگم آره حالا لین بالا رو جاینا سوسیه پوشتا تاور گرفت و به دفیر تیپی کرد این وکرم هم همونجا نمیدونم از کجا فهمیدن که دارن میان تیپی اوت کردن یه موقع نسبتا خوب ولی مانچیکین دوباره هم رو کرده وسط این وکر رو گرفته وسط بوکان کامن شانسی نداره یه میتوره نامیدانه مینداد و حل فرار چقدر مانچیکین داره همه جا هست چقدر نتورت اول با اینکه همه جا هم مانچیکین هست همیشه هم داره فیلای مهم میگیره داره این وکر میکشه جاگر میکشه روشن هم گرفتن روشن هم بله روشن هم جا بعد اصلا آقانیم چیزو من درک نمی کنم آقانیم سیوسر رو درک نمی کنم آقانیم این واکر فکر کنم حساب کرده دوم بپره یه تریمن استامپ بزنه مثلا با اون نه آقانیم سیوسه ویسیج رو درک نمی کنم سیوسر هم باید آقانیم بخره این بازی شاید باورت نشه ولی من واقعا آلت سولو کیل دیدن همونو میره ولادیمیر و ایسی آره نمی‌فهمم این بازی چه مثلا آد سولو کیل کردن نمی‌بینم تو این گیم واسه ویسش مگر اینکه خودش اورکید داشته باشه مثلا آقا نیم اورکید اونطوری داشته باشه ولی اورکیدو که اصلا این ووکر داره بعد اصلا اوجی هم جوری وانگارد وایپر رو نیده اینجوری که بره هادین چه نمی‌میره این وانگارد زده هادی کریمزون خریده اصلا دمیج نمیده ویسش تو این بازی کریمزون خریده قشنگ حتی خب کریمزون با تورنیدو دیسپل میشه ولی خب حالا بی باشه این وکر اونجا دیسپل کنه رو بگیره او. آره آیتم بیلد ویسیج هم دوست داشتم میذاره تیم فایتی تر باشه تا آره یوراگی دوباره تو جانگل تو پایین ترینگل دومو پیدا کرده اون بعد گیلش هم زده گیل فورسش رو زده یکی دوتا کرن به این وکر میزن و یوراگی یکی دیگه هم از این ووکر میگیره همینجوری داره کیلای پر ایکس پی و پر گولد رو میکنه تو جیبش گادلای که دقیقه 22 یوراگی من جاگرنات بزنم براش میسوزه واقعا که چطوری نه الان این ووکر نیست دیگه 33 چیکار میخواد بکنه پاکو میدونی چی میگم آره ولی خب صرفا نگاه میکنه دیگه پاکو ببینیم تاور رو میزنن بکدور نمیزنن بعد یونیتا بیان بالاخره اومدن بالاخره اومدن حالا بیاد اهمیت هم نایش تابر دو فاندرو دقیقه 23 میگیرن با هفت که اختلاف نتورس یه خورده داره خطرناک میشه حالا هم دراگنات هم داره منتا میخره جلوی حالا نمیدونم کلا منتا چقدر کمکش بکنه همون ریزور رو میبینه به دیل تیپی رو میکنه صرفا سایلنس رو پاکه و حالا یکی دوتا چیز داج بده دیگه شکل داج بده و مثلا شیشه وایپر داج بده این کار رو بکن آره ریزور هم داره سنجاشا میده من قشنگ دابل کوره دیگه الان ریزور مانکینگ دوتا سمی کرد یه چی غیر نه اصلا به یول میول هم نرسی پاک
اصلا لازم ندید یول بخره، اهمیت نداره خشنگ، اهمیت نداره آخه با هم هن دیگه، میدونی چی میگه؟ یعنی نمیتونه این ووکر سولو کیلش کنه، اونجوری نیستش. آره اون چند تا پادی که دارن به زرش میشن و امنیتش رو نزده، جاگرنات بله تیوری میکنه، نمیدونم دیگه الان بخواد امنیتش کام میکنه یا نه، بیده جو با جیل فورس میکشن یه سولت همشه. وایپر رو کیکوش اون وسط، پاکو کیکو، او پاکو اون وقت لیچ پیدا کرده، با دوم زدن وایپر رو به جاش گرفتن، ولی اینجا دارن فرار میکنن، چیسشون کردن. اینجا یوروگن وایساره بانس استرایک داره، میزنه دو تا تا نداره اسکیتر کافیه برای اون، اسکیتر تیپی نداره، اون نیستش داره، اون پیداش کرد مانکی کینگ جامب فوقلاده، فهمید که دارن تیپی، نه میدونستن تیپی نداره، همین بالا ریزا فورسش کرد، میدونست تیپی نداره، واسه همون قشنگ دنبالش گشتن. آره دوم هم همونجا بود، دنبال همشون بودن دیگه، یه صحنه پلاسما فیل زد ریزور، معلوم شدن دیگه تو درخت داره، همون رفتن دنبالش. خیلی میگم واقعا آدزی نمیبینم اونجوری که بخواد تان را کامبک کنه تو این بازی. یکی هم از علتاش هم اینه که میگم، یکی از علتاش اینه که پیک ویسیج و آیتم بیلد ویسیج که اینجوری شده، پیک ویسیج اینجوری میشه تو بازی، واقعا دیگه به درد نمیخوره. آره چیز زد پیشه یک دادم جای پانششون کردن دیگه، ولی خب من اصلا فکر نکنم مانکی تو فایت کنم، مجبور شدن شیشه لیش و شیشه دومو بهش بدن، دومش کردن شارد و لیش کاشته و با شیشه چرخوش کرده. چقدر خوبه گیل این داره، بابا داره با گیل و شکیل گیم در میاره این ویدنجا، نمیدونم واقعا. یه بار من بدم ببینیم چی بازی میکنه سر، بکنم بین و این چیزا بازی کنن، لیچ و بین و اینا بازی کنن. مانکی کینگ هم بازی کرده، ایتیف اونجا نمیدونم دستش خورد یا خواست ببینه فکر کنم بی کی بی سالمه یا نه، میسکلی کرد و بی کی بی ناین ثانیهش رو از دست داد. او وسط دارم پوش میدن اونجا، اولی شه دوباره گیل فورس داشت میکشید گریب نیر جاگرنات و امنیستش هم داره، ولی نمیدونم به کی میخواد بزنه. اونجا شیشم چنتراسش رو زد، یه شکل هم از اوج سویت ها به دون زد و شیشه ریش براشون خیلی مشکل دمیج دارن، نباید اینقدر راحت بدن به نظرم. یه جورایی دف دادن دیگه، جورایی تا زمانی که ایجیس داشتن دف دادن، رفت بازی 5 دقیقه تقریبا 10 دقیقه شیفت شد، مگر اینکه همین الان اوجی خریت کنه بیاد هایگران. آره پایین تان را پایین رو خودشون فورس کردن، گیل فورس میکنه دوباره ویزه شکل شده، 5 درصد چند درصدش هم رفته با یه وینینگی تموم میشه. اونجا بالاخره امنیستش رو جاگرنات میزنه، ترشی داشت مینداخت دیگه، امنیستشش اون پشت دوم و کارش رو تموم کردن، دوباره شکل شده جاگرنات و کل دمیجش کشیده نفری دو تا هیت و چشمای اونورم سه با جم دوخت میسوزه. خب هم کاری که گفتم شد دیگه، گفتم مگه اینکه خریت کنم بیان از هایگران بالا، همین کارم کردم، اومدن تو جانگلشون جی جی شد دیگه. اون 5 دقیقه شیفتی که لفظش اومدم شد 30 ثانیه چت و یه جورایی تاندرا کار ما رو راحت کردن، یه جورایی تاندرا کارمون رو راحت کردن و دیگه بازی به نکست روش و اینا نرسید، چون واقعا میگم به نظر من کامبک خیلی بعید بود، خیلی بعید بود. این کاش من میگم این نینجا رو دستات من ازت در میکنن آخه داره فیز یک میکشه، میدونم من باشم یه بار حداقل بم میکنم دیگه، حداقل الان که یکی عقبم چیا بند دادن تاندرا بنه مثلا به جای وین رنجر آنجا اول تیمبر رو بند داد من یادمه، خب بعدی و من اصلا تیمبر رو میتونم بند ندن دیگه، مثلا آره چیز آره تیمبر انیگما بند، انیگما رو پایم بند بدن، ولی مثلا اینجوری هم که تیمبر رو بند ندن به جاش مانکی بگیرن جلوش بازی کنن. ببین الان پیک یک اوجیه، خب اگه بخوان مثلا بیان بند بدن همین که میگی، مثلا پاگناس باز میمونه، سیکی باز میمونه، مگه خودشون اینا رو بدن دیگه پاگنستی که یه بار حداقل وین رنجر رو بند بدن ببینیم چی میشه. من حرفم اینه با هم نمیدونم اون رو بند کنن، مثلا سیکی بند میکنن پاگنار میکشن یا پاگنار بند میکنن سیکی میشن. به نظرم آره این منطقی تره که مثلا پاگنار رو بند بدن، خودشون سیکی رو بهشون بدن، وین رنجر نیگما بند بدن. اوکی من برم یه چای بریزم. برو برو چای بریز، من استاتا رو به بچه‌ها
نشون بدم. 2-6-6 این ور که هیچی، وضعیت استاتا خراب. 15-1-8 یوراگی عجب مانکی هم بازی کرد خداییش. اون صحنه که دم تاوردوی لاین بالای ریدینت چیز کردن فایت کردن خیلی خوب بازی کرد، بعدم همون اومد ادامهش رو اضافه شد یه بان لست سر اسکیتر، اونجا خیلی خوب بازی کرد، اصلا بازی رو در آورد. بعد حسین اومده آه نه نیومده هم. بعدم که آیتم بیلد خیلی باحال تایگا کریمزون گارد خیلی جالب بود که ویسیج رو کانتر کرد، یعنی ویسیج آقانیم خریده بود مثلا بیاد همین ساپورت ماپورت ها رو بکشه دیگه، اینو که نمیتونه بکشه چون وین ران داره، اینم که کریمزون گارد داره و اینم که فیس شیفت داره، اینم که هیچیش نمیشه، اینم که هیچیش نمیشه. رسما نمیدونم انگار 4 و 5 بودن 33 رو نداشتن، رسما چیز نداشتن، انگار آفلاین نداشتن. رنگ هاشون 40 42 90 38 9 رنگ تاندرا، این ور 64 78 1 بی زی ام رنک 1 الان مسکه 26 و 39 تقریبا بالانسه. و آره بتل فیوری جاک که اصلا نرسید به بازی به اون صورت، ولی آیتم بیلد خیلی خوبه مانکی که اکو سیبر رو اول خرید، یه حالت تانکی و مانوجن خوبی داشت با اورباف کوروژن، بعدش رفت میل استرون کامل واسه تیم فایت خرید و بود تو تیم فایت ها، فقط مثلا نرفت دیفالت فارم کنه. خدایش خیلی خیلی خوب آیتم خرید یوراگی، اصلا به نظر من این واقعا ام وی پی یوراگی بود، هرچند سب واقعا داره میترکونا با وین رنجر پوز 5، ولی میگم مثلا خیلی بی نقص بازی کرد یوراگی. از اون ورم خب بریم دمیج دانای بازی رو ببینیم، به نظر میاد که همون مانکی تاپ دمیج باشه. آره 17K ریزور، 14K پاک، 20K این ور اصلا دو رقمی نشد این چیزشون، یه دونه 9-10K دمیج زده، بقیه همون یه رقمی. و این هم وضعیت ساپورت آیتما. و این جم سب هم خیلی خوب کار در آورد، یه جم خرید راحت کرد این ور، نگاه 20 سنتری 6 تا یه دونه جم خرید خوشو راحت کرد. اینم وضعیت خب لول گیری ها و تالنت گیری ها دیگه، اینم وضعیتش خیلی بازی سریع تموم شد. من داشتم فکر میکردم پاک لول 25 بشه جاک دیگه فیوری تیپی نمیتونه بکنه، که اصلا بازی به این جاها نرسید، پاک کلن لول 20 شد گیم جی جی شد.